به اجازه همین شما. خب من صحبتهای دوستا را شنیدم، به نمایندگی از کمیته 75 صحبت میکنم. یکان دوستا گفتن که ما با مخالفین با طالبان صحبت کنیم، همه تو گفتن. من چه میگم؟ یک، اول بیان که همین نظام ما، همین دولت ما با بین خود آشتی کنه، آشتی کنه دولت با بین خود. دوم، سیاسیونی ما بین خود آشتی کنه. سومش، ملت با دولت آشتی کنه. تا ما با اجماع داخلی نرسیم با خود آشتی نکنیم، یعنی حکومت و دولت آشتی کردن با مخالفین خام است و خیال است و جلون. وحدت شما میتونه شما رو به آشتی و مساله برسونه. دوستا گفتن که پاکستان مداخله میکنه. بله پاکستان مداخله میکنه، اما جنگ افغانستان امروز جنگ افغانی است، منطقوی است، فرا منطقه است. ملت بزرگ افغانستان قربانی رقابت های هند و پاکستان، قربانی رقابت های امریکا و روسیه، قربانی رقابت های ایران و سعودی، قربانی رقابت های قطر و امارات. این جنگ جنگی نیابتی است، این جنگ نیابتی است، این جنگ رقابتی است. و این سیاسیون تا وعدت نکنن هرگز ما را به صلح رسونده نمیتونن. جناب آقای داوودزی، از شما سپاسگزارم که همچون جرگه ای را برگزار کردین، ممنون هستیم. ولی همه شورای صلح به 6-7 سال چی کرده؟ همین را خود لغو کنن، گمش کنن همه شورای صلح. بیان عزیزای ما از حرف به عمل بریم. شما سیاسیون افغانستان میبینین، خواهرای بزرگ به شما میگم، شما شسته نمیشه همه ما از حقوق زن، از حقوق زن گم میزنیم. غیر از رئیس جمهور که زنش از مکل پیرتر است به یکان محفل میاه، دیگه شما کدام زنی وزیری دیدن به محفل؟ زنی کدام رئیسی دیدن؟ اینا به سرای زنای ما دموکراسی و حقوق زن میگن. اگر نامی زن یک وزیر پرسان کنید دندان ما رو میپرانه، خودشان بکنه. حالا حقیقت تلخ است. اتحاد ما، همدلی ما، پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن، تا یکی نشن پدر کسی به کشور صلح آورده نمیتونه. به امریکا، به امریکا زاری میکنیم، به روسیه زاری میکنیم، به پاکستان زاری میکنیم. وقتی که یک دست شدین اونا به ما زاری میکنه. این ملت پرغروریه، این ملت مسلمانیه، این افغانستان است. حالا بسیار کوتاه نقاط نظر با شما شریک میسازم. یک، قانون اساسی افغانستان وثیقه ملی است. می باور است کمیته ما که قانون اساسی افغانستان هم اسلامی است هم انسانی است. اگر مخالفین کدام اعتراضی در ماده دارن از طریق لوی جرگه قانون اساسی میتونن موردی مسخره بسن، ما با مشکلی نداریم، هیچ عیبی نداریم. دوم، از مخالفین دولت تقاضا میکنیم، بخصوصا استقاضا که زودتر تلاش کنن با دولت افغانستان مذاکره کنن. دولت افغانستان با وجودی که صدها خرابی داره، صدها مشکلات داره، حداقل فعلا منهج یک دولت نماینده مردم است. حداقل ایواد داده که به امریکا چاپلوسی کنن مذاکره کنن، چرا ملت خود مذاکره نمیکنن؟ هم افغانی است هم انسانی است. سوم، طوری که میدانید دولت افغانستان همی آقای اشرف غنی رئیس جمهور طرح صلح را برای طالبان داده. ولی دلچسپی است که طالبان طرح صلح خود به امریکا میده، ما که مسلمانم کلمه میگم میمان نمیده. ما تقاضا میکنیم، از طالبان که طرح صلح خود به مردم افغانستان شریک سازند. عیب چی داره؟ چی به امریکایی چاپلوسی میکنی؟ چرا به مردم خود نمیگویی؟ خب چهارم، از جرگه مشورتی موجود تقاضا میشه، احترامانه تقاضا میشه که مسئولیت مذاکره را به عهده بگیره و بعد از این به همه جرگه بده. از هر ولایت یک نفر انتخاب شه، آدمای آگاه خبیر، نه کسی های لشکر. 250 نفر حکومت تعیین کرده بود، از یک خانه 3 نفر بود، خواهرم بود و مادرم بود و خوشوندرم بود. این چه معنا داره؟
به خدا خوشونده را بگو. اگه لازم باشه بگویم نماشه. نه نگویم. از حکومت افغانستان پنجم، از حکومت افغانستان تقاضا میشه که زمینه دفتری را به خاطر مذاکره در داخل افغانستان برای طالبان آماده کنه تا اول مذاکرات ما بین الافغانی شه. حداقل از استعمار قطر و امریکا و اروپا خلاصیم. برای خدا همینجا مذاکره کنیم به داخل افغانستان. از نماینده ویژه ایالات متحده امریکا دکتر خلیلزاد تقاضا میشه که شما اضافه در 6 ماه شما با طالبان مذاکره کرده، حداقل به امینا نماینده مردمه ظاهرا به حضوری بیاین همین نتیجه مذاکرات خود بگون که چی گفتین. اگر حضوری نمیتونین از طریق ویدیو کنفرانس بگون. اگر راست میگوین، اگر پشت پرده کدام زیر کاسه نیم کاسه دیگری نداری، همین کار بکنین. جرگه دینا امیدوارم تقاضا کنه از آقای خلیلزاد. تکرار میکنم عزیزای من، دولت افغانستان به خاطر رسیدن به صلح به یک اجماع داخلی، اجماع منطقوی و اجماع سرا منطقوی ضرورت داره. تا این اجماع را شما به دست نیارین، با این چک چک دزن ها شما به صلح نمیرسید، با این جرگه ها نمیرسید. این اجماع چی است؟ میگه که این کهن است، مبارزه کار داره، همت کار داره، سیاست کار داره، دیپلماسی کار داره تا اجماع ایجاد شه. هر کس و هر نامرد و هر زن و مردی این کار کرده نمیتونه. تقاضا میکنم از سیاسیون افغانستان که ملت افغانستان گروگان نگیرین. سیاسیون ملت افغانستان گروگان نگیرین. شما ما بعد از این نوکر ملت هستیم، نه نوکر سیاسیونی عوام فریب متعصب قومگرا و دوست. انتخابات نمونه دموکراسی و حکومت مردم سالاری هست. اگر راهی دیگری بهتر از انتخابات وجود داره که مورد قناعت مردم افغانستان میشه، ما مشکلی نداریم. مشروط بر این که ارزش ها و مدار حقوق انسانی مد نظر گرفته شه. ما به یه عقیده هستیم که آتش بس هم اسلامی است هم انسانی است. هر دو طرف، دولت افغانستان و طالبان، آتش بس را مراد کنند، به نام خدا مراد کنند، به نام انسانیت مراد کنند، به خصوص در ماه مبارک رمضان. اگر کسی با آتش بس لبک نمیگه، چی حکومت آقای غنی، چی طالبان ارزش‌های اسلامی را زیر پا میکنه. چون آتش بس در ماه مبارک رمضان هم ارزش اسلامی داره هم دینی داره. حد اقل گفتم. نه یک دقیقه. به خاطر دفاع از استقلال، آزادی، قوتهای مسلح شما افتخار این سرزمینن. یک بار به نام قوای مسلح خود کف بزنین و بگوین زنده باد همه شما. ما کمیته ما بی باور است. ما وقتی میتونیم به سرمنزل مقصود صلح برسونیم که همگرایی داشته باشیم، هم پذیری داشته باشیم. از این گپا بگذاریم که این پشتون است، این تاجیک است، این هزاره است، با بهترین افتخار ما اسلامیت و انسانیت ماست. ببینید، ببخشید استاد، استاد سیاف من هیچ یک موسیفی در اینجا آمده به خاطر صلح. همین 14-15 سال به این حکومت هیچ چوکی نداشته، 100 تا دیگه چوکی داشتن، گای سر بودن گای بالا، گای اپوزیسیون گای غیر اپوزیسیون. حداقل به حرمت یک موسیفید ما هم جرگه را باید کامیاب کنیم. دوسته جنگ ما جنگ نیابتی است، اما وقتی که کسانی که جنگ نیابتی را حمایت میکنن اگر از حمایت دست بکشن و جنگ پشتیبانه حامی نداشته باشه، مار کردنش کار دشواری نیه. دو جمله مونده. خب با در نظر داشتی دستاوردهای 18 ساله، دستاوردهای خوبیه ولی خطای قرآنی هم نیه. دستاوردهای 18 ساله داریم، دستاوردهای خوبی ولی خطای قرآنی هم نیه. به خاطر صلح باید آماده قربانی باشیم، به خاطر صلح آماده قربانی انسانی باشیم. عرض میکنم عزیزای من، جناب آقای غنی رئیس جمهور بشنو، صلح جاده یک طرفه نیست، صلح جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. همون تا هست یا نیست؟
سیاست خارجی افغانستان باید متوازن ساخته شه. شعارهایی که این امپریالیسم است و این کمونیسم است و نمیفهم که مرگ بر فلان کشور و مرگ بر فلان دردی را دوا نمیکنه. اینا دوا نمیکنه. باید هوشیارانه متوازن همگرا صحبت کرد. من امیدوار هستم که دولت افغانستان رسانه‌هایی که در اختیار دولت لهجه خود در مقابل مخالفین اندکی نرم کنن. با در نداشتی ارزش‌های اسلامی نرم کنن. حرف آخر، هر فیصله‌ای که مذاکره کنندگان با مخالفین یا با طالبان میرسن، هر تصمیمی که گرفته میشه باید تضمین کننده شورای امنیت ملل متحد باشه. اگر در هر فیصله که شما بکنین شورای امنیت ضمانتی ادامه ای رو نکنه، شکننده است، با جنگ میشه، با دم میشه. طالب رفت قالبی پیدا میشه، قالبی رفت ملنگی پیدا میشه، یکی دیگه پیدا میشه. بنابراین شورای امنیت باید او را ضمانت کنه. از اینکه مرا حوصله کردین از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم.